یکی از تاثیرگذارترین چیزها در ویو گرفتن در یوتیوب تصویر کاور یا تامنیل شما هست، چون به شدت تاثیر داره روی اینکه افراد روی ویدیوتون کلیک کنن و بیان ویدیوی شما رو ببینن. امروز میخوام به شما نحوه آپلود کردن کاستوم تامنیل رو آموزش بدم. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. من باران هستم و خوش آمدید به کانال Learn with باران. در این ویدیو میخوام سه چیز مختلف رو بهتون نشون بدم. اول از همه معمول ترین راه اضافه کردن کاستوم تامنیل به ویدیوهای یوتیوب وقتی که شما یک ویدیوی جدید رو آپلود میکنید. دوم میپردازم به نحوه اضافه کردن کاستوم تامنیل به ویدیوهای قبلی که در یوتیوب آپلود کردید. و در نهایت به شما نشون میدم چطور به کانال یوتیوبتون کاستوم تامنیل رو اضافه کنید اگه کانالتون جدید هست و هنوز 1000 سابسکرایبر رو نداره. خب بریم و با هم ببینیم نحوه اضافه کردن کاستوم تامنیل به ویدئوی جدیدی که میخوایم در یوتیوب آپلود کنیم. برای آپلود ویدیو همونطور که میدونید روی این دوربین گوشه راست بالای صفحه کلیک میکنید و بعد انتخاب میکنید ویدئویی رو که میخواید آپلود کنید. سلکت فایل و فایل مد نظرتون رو انتخاب میکنید. حالا با کلیک بر روی اوپن شما به صفحه هدایت میشید که تنظیمات زیادی وجود داره که شما میتونید تغییر بدید یا اضافه کنید، مثل عنوان ویدیوتون، توضیحات، زبان ویدیو، تگ، پلیلیست، اینکه این ویدیو برای بچه‌ها ساخته شده یا نه و تمام تنظیماتی رو که برای ویدیوتون لازم هست رو در این صفحه میتونید انجام بدید. کاستوم تامنیلتون رو هم برای ساختش میتونید از اپلیکیشن های مثل فوتو و کندل استفاده کنید. البته راجع به طراحی تامنیل در ویدیو جداگانه من توضیح خواهم داد. وقتی که شما اول وارد صفحه آپلود میشید ممکنه کاستوم تامنیل رو نبینید و اونجا نباشه. اصلا نگران نباشید، گاهی طول میکشه تا ویدئوی شما آپلود شه و بعد شما میتونید این کار رو انجام بدید. اگه کانالتون جدید هست و اصلا ندارید گزینه کاستوم تامنیل رو، تا چند دقیقه دیگه راجع به اون هم توضیح میدم. خب اینجا بر روی این به اضافه کلیک میکنیم و میتونیم عکس مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. اگه عکس رو قبول کرد که تمام شده کارمون، اگه نکرد و علامت قرمزی بالای اون نشون داد به این معنی هست که عکس شما مشکلی داره مربوط به کیفیتش، سایزش، فونتش که شما باید اون رو اصلاح کنید و بعد از اون عکس جدیدتون رو اینجا آپلود کنید. حالا ویدئوی شما یک کاستوم تامنیل داره و شما میتونید با کلیک بر روی نکس ویدئوی خودتون رو آپلود کنید. این معمول ترین راه اضافه کردن کاستوم تامنیل هست. خب بریم و ببینیم به چه صورت میتونیم یک کاستوم تامنیل رو به ویدئوهایی که از قبل آپلود کردیم اضافه کنیم. برای این کار به یوتیوب استودیو میریم و بر روی این گزینه ویدئوز کلیک میکنیم. همینجور که میبینید ویدئوهای مختلفی رو که من از قبل در کانال آپلود کردم رو میتونید ببینید. برای این کار روی مدادی که در کنار تصویر قرار داره کلیک میکنم و در این صفحه دسترسی دارم به تنظیمات ویدئوام. همین
همینجور که میبینی این ویدیو توضیحات و تنظیمات دیگرش انجام شده ولی کاستوم تامنیل نداره. برای به اضافه روی کاستوم تامنیل کلیک میکنیم و عکس مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. میبینید که با یه ذره تأخیر به خاطر سرعت اینترنت عکسی رو که انتخاب کردم کاور و تامنیل ویدئوی من شده. اگر عکسی رو که انتخاب کردید مناسب نیست و اشتباه کردید میتونید با کلیک بر روی این سه نقطه و چنج تغییر بدید عکسی رو که انتخاب کردید. خب کاستوم تامنیل رو انتخاب کردیم. فراموش نکنید قبل از اینکه از این صفحه خارج شید بر روی گزینه سیو کلیک کنید و تغییراتی رو که انجام دادید در کانال خودتون ذخیره کنید. اگه تازه کانال یوتیوب خودتون رو راه اندازی کردید این امکان برای ویدیوهای شما وجود نداره. خیلی ها فکر میکنن وقتی کانالشون به 1000 نفر مشترک رسید به این امکان دسترسی دارن، در صورتی که اینجور نیست. شما از اولین روزی که کانال خودتون رو ساختید میتونید کاستوم تامنیل رو هم فعال کنید. تنها کاری که باید انجام بدید این هست که کانالتون رو وریفای کنید که کار خیلی ساده ای هست. اول مطمئن شید که با اکانت یوتیوبی که میخواید وریفاید کنید در گوگل هستید. در قسمت سرچ youtube.com/verify رو بنویسید. از این طریق میتونید وارد صفحه بشید که شما رو راهنمایی میکنه تا توی 2 مرحله ساده کانال خودتون رو وریفای کنید. در مرحله اول اسم کشور و همینطور شماره تلفن شما رو میخواد. میبینید که من ترکیه رو انتخاب کردم و پیام رو به چه صورت میخوام داشته باشم، وایس یا تکس، که من تکس رو انتخاب میکنم و شماره تلفن خودم رو اینجا وارد میکنم. با کلیک بر روی سابمیت به 2 مرحله میرسم که در این مرحله باید پیامی رو که به گوشی شما اومده، کدی رو که داخل اون وجود داره اینجا می نویسید. بعد از نوشتن کد با سابمیت کردن و میبینید که کانگراتولیشن اینجا به من تبریک میگه بابت وریفاید شدن کانالم. شما الان میتونید به ویدیوهای خودتون کاستوم تامنیل اضافه کنید. خب همینطور که دیدید اضافه کردن کاستوم تامنیل کار خیلی ساده‌ای هست که شما میتونید به ویدیوها همزمان با آپلود، بعد از آپلود و همینطور اگه تازه کانال یوتیوب خودتون رو راه اندازی کردید اضافه کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه میخواید بدونید چطور یک کاستوم تامنیل رو بسازید مطمئن شید که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شدید. زنگوله کنار اشتراک رو روشن کنید تا هر هفته ویدیوی جدید از این مجموعه آموزشی رو که جمعه ها در این کانال آپلود میکنم رو از دست ندید. فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با من در میون بذارید. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. به امید اینکه این ویدیو براتون مفید بوده باشه تا ویدیوهای بعدی جمعه آینده، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. میبینمتون. خدافظ.